کنم که در کدام موضوع میخواید صحبت کنید؟ در اون حدیثی که فرمودید عمر از جنگ احد فرار کرده اول، در مورد فرار جنگ عمر از احد کدام یکیش؟ این که خدمت رو عرض کنم که شما اگر از کتب ما درباره جنگ فرار عمر رضی الله عنه از جنگ احد صحبت می‌کنید، از خود کتب ما از ابن عباس حدیثی نقل کنید که گفت ما به قول حضرت ما حضرت علی گفت آرام باش که شخصی با ایمان، دو شخص با ایمان در بالای کوه در حال دعا کردن ما هستند. خب چرا بالای کوه رفته بود؟ اگه جنگ که در پایین کوه در وقت جنگ چرا دعا میخواد بکنه؟ در کجا؟ در کجا دیدیم؟ در هنگام جهاد حالا رفته بالای کوه دعا بکنه. اون ملا ابو عمر شما که زنگ زده بود چند ماه پیش گفت عمر رفت بالای کوه کنجا غنیمت جمع بکنه، تو حالا آمدی زنگ زدی که عمر رفته بالای کوه دعا بکنه. خب در هنگام جنگ قرآن میفرماید که رسول خدا از پشت سر صدا میزد که بیایید فرار نکنید، تو میگی رفته اونجا بالای کوه دعا بکنه؟ در وقت جنگ دعا کردن شما وقتی که ببینید شما قدرت جنگیدن علی رو با عمر مقایسه نکنید، علی جنگاور بود ولی شاید عمر زیاد معنی نبود. شما تو مسائل عرفانیش برید نگاه کنید، امکان داره دعای اون زودتر مستجاب بشه که از پیغمبر حضرت علی رو داشته دعا میکرده. بله شاید مثل علی نجنگید ولی مثل برای اونها دعا میکرد. رفته اون بود که دعا بکنه. حالا نه این که رفته بود دعا کنه، حالا کدامش بهتر؟ رفته بود دعا کنه. برای چی رفته بود؟ ببینید من قبول دارم که ترسید فرار کرد، باشه قبول ها. اما شما به چه دیگرش هم نگاه کنید که امکان داره اونجوری نبوده که کاملا فرار کنه، جاهای دیگه پشت رسول الله وایسا. خب حالا اونجا که فرار کرده چند چیز ثابت میکنم. ببین اول اینه که عهد خود را شکست، کسی که بیعت کرده با رسول خدا که من فرار نمیکنم بعد فرار کرده، این عهد شکنیه و خدا فرموده که کسی که عهد میشکنه من این از اون میپرسم. و کانو بله عهد الله من قبل لا یولوا الادبار و کان عهد الله مسئولا، خداوند متعال فرمود که اینا عهد کرده بودن بیعت کرده بودن که ما فرار نمیکنیم و اینها فرار کردن و عهد الله مسئولا، خداوند متعال از این وعده ای که کرده از این سوال میکنه روز قیامت. این اول. آقا شما میگه علی اسمت داشت. بله امیرالمومنین علیه السلام اسمت داره. بله بله من میگم عمر، خب شما میگه علی شما اسمت داشت، عمر در اون حد نبود آقا که یه موقع اشتباه میکرد یه موقع یه امکان داره آقا یه نفر اشتباه کنه. خب همین مقدار ما شما قبول میکنیم یا علی، خیلی متشکر، همین مقدار قبول میکنیم. یک مسئله دیگه همین بازی رفتی که اشتباه کرده فرار کرده عهد خود را شکسته بالای کوه رفته، برای من کافی دیگه. چه یعنی مردانگی و شجاعت نداشت؟ بله خدا حافظ شما. من کافر نمیدونم. یا علی ببینید جهنمیه که آیه قرآن اینه، کسی یعنی که اشتباه یه نفر جهنمیه، کسی که فرار میکنه از جنگ و من یوله یوم اذن. اجازه بدین اجازه بدین اشتباه اجازه اشتباه تا اشتباه فرق میکنه. وقتی که در میدان جنگ فرار میکنه قرآن کریم فرموده و من یول، این اشتباه نیست، این گناهه، گناه 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 کبیره است عزیز. اجازه به فرار از جنگ گناه کبیره. و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا الى قتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. کسی که از جنگ فرار میکنه، آقا گوش بکن، خواهش میکنم حرف مرا گوش بکن ولی قطع میکنم، کسی که از جنگ فرار میکنه صریح قرآن کریم اینه که هم غضب خدا بر او هست و هم جایگاه او جهنمه. لذا این اولا اشتباه نبود، اشتباه منظور اینه که غیر عمد باشه، از انسان یه خطای صورت بپذیره، اون حرف نیست. اینجا این گناه کبیره، عمدن عهد بسته بود، وقتی جنگ را دید مسلمان ها دارن کشته میشن ذبح میشن، این آقا فرار کرد بجای اینکه بیاد دفاع بکنه. خب این فرار گناه کبیره هست و این کسی که فرار بکنه در کنار این که مسئولیت های خیلی گوناگون دیگر داره، از جمله عدم محبت او به رسول الله، عدم ایمان او به وعده بهشت و عدم شجاعت و بعدش هم عهد شکنی و از همه مهمتر این که جایگاه او جهنم، کسی که فرار میکنه. و اصلا کسی که فرار میکنه خدا او را اصلا در قرآن کریم کافر خوانده، قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. قل اطیع الله و اطیع الرسول، حبیب به اینها بگو از خدا اطاعت کن، از پیغمبر اطاعت کن، و من و این تولو، و اگر پشت به خدا پیغمبر بکنید، پشت به پیغمبر یعنی فرار کردن پشت بکنید به پیغمبر، فان الله لا يحب الكافرين، خداوند کافر خواست خوانده کسی را که اصلا از جنگ فرار کرده. کافی 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 جانم کافی. در توبه باز نیست؟
در توبه باز نیست، خب در فرار کرده عزیز من از جنگ فرار کرده، شما ثابت بکنید که ایشان توبه کرده. من که ندیدم جای ایشان توبه کرده باشه، و در بر خدا هم لازم نیست توبه را بپذیره. از کجا میپذیر؟ بس خدا توبه را قبول کرده. توبه ما هیچ دلیلی نداریم که هر کسی که توبه بکنه خدا حتما توبه او را میپذیره. از کجا ثابت میکنه که اون توبه را قبول کرده؟ کسی که اصلا بعد اگر توبه میکرد چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بله در روز آخر آمد به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت که ایشان هزیان میگوید؟ اولا که ثابت بکن که توبه کرده. ما که ندیدیم هیچ جای در تاریخ که عمر بن الخطاب توبه کرده باشه از فرار خود در احد. من ندیدم در جا، یا در خیبر فرار کرده توبه کرده، در حنین فرار کرده، در بخاری آمده توبه کرده باشه. فرارش نیامده، فرارش آمده توبهش نیامده. ثانیا خدا این توبه را قبول کرده باشه، در کجا آمده خداوند متعال توبه را پذیرفته؟ بلکه خدا فرموده که منظورش هم همینا بود. آیات فرار که نازل شده، وعده عذاب که داده به همینا داده خداوند، بالعکس وعده عذاب داده.